سلام، همونجوری که تو ویدیو قبلی بهتون قول داده بودم الان میخوام بهتون کانتور کردن چشم رو یاد بدم، یا به انگلیسی بهش میگن آی کانتورینگ. از وسایلی که استفاده میکنم سایه های قهوه‌ای خیلی روشن و یه پودر کم رنگ، میتونه پودر صورتتون باشه اون پودری که استفاده میکنین. پس وسایلتون حتما آماده کنین و با من همراه باشین. سایه چشم، اول یه رنگ روشن روی پلکم میزنم. این کاری که یه چشتون بسته باشه یه چشتون باز باشه بخواین میکاپ کنین خیلی کار سختیه ها، کلی تجربه میخواد. امتحان کنین. من نمی کنیم. سایه رو بزنین روی پلک چشمتون. یه سایه خیلی روشنه، من این رنگو دارم استفاده میکنم، این رنگو دارم استفاده میکنم. اگه یادتون باشه قبلا هم کانسیلر مالیده بودم زیر چشمم. حالا با یه رنگ یکم تیره تر، میبینید این رنگ ها رو من انقدر استفاده میکنم تموم شده تقریبا، با یه براش کوچیک تر میرم و توی پلک سوم چشمم به حالت رفت و برگشت این سایه رو میمالم. هر کاری برای این چشمتون میکنید برای اون چشمم همون کار رو انجام بدین. مخصوصا اگه تعداد مرحله هاش بیشتره حتما با هم دیگه انجام بدین، وگرنه یادتون میره چیکار کردین. ببینین الان همین حرکتی که من انجام دادم باشه که چشممو بازتر کنه. اگرم بخوام کشیدش کنم یه خورده ادامهش میدم. بعد با یه براش گرد میام ترکیبش میکنم. برای اینکه رنگش رو قشنگ ترم کنم میام یه سایه تقریبا بنفش تیره، این رنگی که امسال خیلی مد شده، توی گوشه خارجی چشمم میمالم. و دوباره با این براش ترکیبش میکنم. با این حرکتی که دارم انجام میدم دارم حتی چشمام هم کانتور میکنم. کانتور کردم فقط برای صورت نیست، برای چشم هست، برای لب هست. میام دوباره رنگ روشن رو، رنگ سایه روشن رو یه بار دیگه توی پلک چشمم میمالم. با یه مداد مشکی توی چشمم میکشم، توی لثه چشمم مداد مشکی رو میکشم و بعد با یه براش کوچیک شروع میکنم اینو ترکیب کردن. و میبینین که چقدر یه حالت سموکی خیلی قشنگ به زیر چشم میده. و بعد همین سایه که استفاده کرده بودم و با همین براش میام دوباره زیر چشمم میمالم روی اون مدادی که مالیده بودم. این کار باعث میشه که مداده دیگه زیر چشم پس نده. این مشکلی که خیلی دارن زمانی که مداد میکشن بعد از یه مدت مداد پس میده به سمت زیر چشم. اگر شما مثل من ابروهاتون، این استخون ابروتون خیلی جلوه، سعی کنین که سایه هایی که براق هستن رو اصلا نمالین، به خاطر اینکه این باعث میشه که این استخون ابرو رو بیاره جلوتر. پس سایه هایی رو بمالین که مات باشن و خیلی هم روشن نباشن. این باعث میشه که این استخون ابرو یکم بره تو،
چون اگه استخون ابرو خیلی جلو باشه باعث میشه که چشمتون رو گودتر نشون بده. من خودم چشمام گوده. پس سعی میکنم که با میکاپ با آرایش بالانس کنم. چون نمیخوام چشمم رو گودتر کنم. میخوام یه کاری کنم که چشمم بیشتر بیاد بیرون و بیشتر قابل توجه باشه. حالا میخوام خط چشم بکشم برای اینکه چشمم رو کامل کنم. مهمترین چیز فرموشه. ترسناکترین چیز فرموشه رو که استفاده میکنین روی موجهتون فشار بدین، دوباره بازش کنین و یه مقدار دیگه برین بالاتر. اشتباهی که خیلی ها میکنن، فرموشه رو که استفاده میکنن یه دور فشارش میدن و موجه میشه دینگ، قشنگ میره به سمت بالا. در صورتی که باید فرموشه رو دو بار حرکت بدین که موجهتون رو فر بدین قشنگ. اگر موجهاتون خیلی سفت و سخته میتونین با سشوار فرموژهتون رو یه خود گرم کنین بعدا انجام بدین. خب علت این که من فرموژه زدم به خاطر اینکه باعث میشه که حالت چشمم هم بیشتر عوض کنه، چون من موجه های خودم صافه. حالا با خط چشم اولی خط چشم میکشم. خیلی هم کلفت نمیخوام باشه، بخواد اینکه بعدش میخوام موج مصنوعی بذارم و دوباره روی موج مصنوعی باید خط چشم بکشم. خط چشمیم که میکشم خط چشم ماژیکی هست که خیلی ساده تره خط چشم کشیدن با این ماژیکی ها. خب این برای من شدی حالت خط راهنما. قبل از اینکه خط چشم بکشم ابروم هم درست کنم. همینجور که میبینین ابروهای من خیلی شلوغ پلوغه، ولی با مداد ابرو سعی میکنم توشو پر کنم. نمیخوام یه حالت بلاک ابرو درست کنم، فقط میخوام توشو پر کنم جاهایی که مو نداره. با قهوه‌ای روشن من توی ابروم هم مثل حالت اینکه دارم مو درست میکنم میکشم و بعد شروع میکنم شونه کردنش. شونه کردن باعث میشه که تمام رنگا، تمام این مداد ابرویی که کشیدم ترکیب بشه با موهای توی ابرو و زمینه ابرو. شونه کردنش خیلی مهمه. میبینین الان فرق این ابرو با این ابرو میبینین؟ این خیلی مرتبه و در این حال خیلی حالت طبیعی داره، یکی خیلی خالیه. همین کار رو با این یکی ابرو هم انجام میدم. سر ابروتون هم یادتون باشه که خیلی تیره نکنین. اگه سر ابروتون رو تیره کنی خیلی اخمو به نظر میاد. شونه میکنم توی ابرومو. میام دور ابروم یکم تمیز میکنم با کرم پودری که برای صورتم مالیدم. دور ابروم یکم تمیز میکنم که بیشتر بهش کادر بدم. خب حالا میرسه نوبت موژه. اولین کاری که میکنم میام موژه رو سایزش میکنم ببینم اندازش برای چشمم خوبه یا نه. اندازش برای چشمم خوبه، فقط دو تا گوشه تیز داره که این گوشه های تیزش رو من میبارم. خب یه دور دیگه همینجوری امتحانی بدون که چسب بزنم میذارم رو چشم ببینم سایزش خوبه. یه کم بزرگه واسه چشمم، پس بخاطر همین باید یه کم کوتاهش کنم. میام از ته موژه دو تا موژه رو کوتاه میکنم. اگه موجهتون بلند باشه باعث میشه که هم چشمتون اذیت کنه هم چشمتون رو به سمت پایین بندازه. چسب موجه، چسب موجه که استفاده میکنم مشکیه، چون هم زودتر خوش میشه هم زمانی هم که خوش میشه مشکیه. و
ولی اگه خط چشم ندارین حتما باید چسب موجه رو استفاده کنین که سفید باشه، چون اون وقت تبدیل به بیرنگ میشه. اشکالی که خیلی از شماها دارین همتون تو خونه، کاری که باید بکنین موجه رو از وسط بگیرین و دستتون رو ببرین به سمت بالا. اینو نمیتونین اینجوری بذارین، باید حتما دستتون به سمت بالا باشه و با چشم باز موجهتون رو بذارین. وقتی که چسبوندی فشارش بدین که بچسبه به پلکتون. دیدین چقدر راحت بود؟ در عرض 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه. خب بزنین که خوش. بعدی رو چسب میزنم. این فاصله که اینجا به وجود اومده رو بعدم باید با خط چشم پرش کنیم. حالا جاهایی که چسب یه خورده خورده اضافه است، بعد با خط با گوش پاک رو تمیزش کنیم. زمانی که خوش شد با خط چشم دوباره برمیگردیم روش رو درست میکنیم. ببینم این کاملا واضح باشه که شما ببینید. خب حالا خط چشم اصلی رو الان میکشیم. بعد توی چشمم هم خط چشم میکشم که وصل بشه به موجه. من چون چشمم یکم هم از هم دیگه فاصله داره، سعی میکنم که خط چشمم رو کاملا بیارم توی چشمم که چشمم رو بالانس کنه و به هم دیگه نزدیک کنه. اینم از موجم. حالا میام ماسکارا میزنم. ماسکارا چیه؟ همون ریملی که شما میگین، ولی ریمل یه برنده، یادتون باشه اسمش هست ماسکارا. حالا من با ماسکارا موجه خودم رو میچسبونم به موجه مصنوعی. خیلی هم کم، احتیاجی نیست خیلی زیاد بمالی. قبل از اینکه ماسکارا بزنم روی موجه های پایینم، با فاندیشن براش، با براشی که داشتم کرم پودرم انجام داده بودم، حالا میرم روی اینجایی که قبلا اون پودر روشن رو زدم که گفتم بعدم میام پاکش میکنیم. حالا موجه های پایینم رو مسکارا میزنم. اینجا هم یه چیز مشکی دارم، اینم باید پاکش کنم. این عادتی که همه ای ماها داریم وقتی که مسکارا میزنیم دهنمون رو باز میکنیم. خیلی وقتا سعی میکنم کنترلش کنم ولی اوتوماتیکی این اتفاق میفته. خب اینم الان من مسکارایی که زدم، حالا بیام بلاش میزنم. روژگونه ای هم که میزنم دوباره همون حالت کانتور رو به صورت هم میدم موقعی که کانتور میکنم و فقط روی گونم میزنم. برای اینکه یه خوردم استخون گونم رو بیشتر بیارم بیرون، از هایلایتر استفاده میکنم. فقط روی استخون گونم و رو سر بینی من میتونم این کار کنم. ولی اگه سر بینیتون خیلی قلمبست این کار رو نکنیم، به خاطر اینکه این باعث میشه که توجه به سر بینیتون بیشتر جلب بشه. اگه سر بینیتون قلمبست بیشتر این کار رو روی بین ابروهاتون انجام بدین، اینجا انجام بدین. خب حالا که همه آرایشام انجام دادم میرسه نوبت لب. دوباره میتونم یه خودم پودر میتونم بزنم دور لبم و با خط لب دور لبم رو میکشم، یه خود بالاتر از خط خود واقعی لبم. توی لبم هم پر میکنم با خط لب. بچم با روژ لب روی خط لبم
متشکرم. و برای مرحله آخر یه طور دیگه رو صورتم پوج میمانم. خب امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه که ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بزنین و برای اینکه بیشتر بدونین ویدیوهای بعدی من چیه حتما پایین صفحه سابسکرایب کنین و این پایین کامنت بذارین حتما. اگه سوالی دارین حتما از من بپرسین و من 100% جوابتون رو میدم. تا برنامه بعدی فعلا خدافظ. بای دی وی چیزایی که ویدیوهای بالا رو هم برای اپیزودهای بعدی میتونین نگاه کنین. دوستتون دارم. خدافظ.